سلام، من پرگل هستم. ما اینجاییم که با هم دیگه یاد بگیریم درس 20، 21 و 22 از کتاب لویالون 1 رو. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید و اگر از سبک ویدیوی آموزشی من خوشتون اومد و براتون مفید بود، کافیه که من رو فقط سابسکرایب بکنید و اون زنگوله کوچیک رو فعال بکنید که به محض آپلود ویدیوهای جدید با خبر بشید. اینکه الان بهترین موقعی هستش که درون خودمون پرورشش بدیم، حالا که دیگه با مفهوم موسیقی ویالون، با تئوری موسیقی، با نحوه اجرا، آرشه کشی، انگوش گذاری و و و غیره آشنا شدیم و کاملا از پایه و اساسش یاد گرفتیم و الان داریم پیشرفت میکنیم، باید کنار این پیشرفتمون یک به علاوه بذاریم و پرورش شنیدار هم بهش اضافه کنیم. باید از الان به بعد سعی بکنیم که صدای سازمون رو بشنویم، چرا که شنیدار یکی از اصلی ترین و پایه و اصول نواختن ویالون هستش. ما باید از الان به بعد که دیگه با نحوه اجرا، آرشه کشی، انگوش گذاری و همه اینها یاد گرفتیم، تمرین کردیم، پیشرفت کردیم و الان دیگه بلدش هستیم، این موضوع رو باید با شنیدارمون هم اوکیش بکنیم. از الان به بعد شاید تمرین هامون کمی تکراری تر ولی یه ذره سخت‌تر باشه، ولی تمرین هامون اکثریت تکراره. از اول ما باید نوت گرد لا بزنیم، سی بزنیم، دو بزنیم. ما دیگه الان کاملا بلدیم بعد نحوه آرشه کشیمون چطور باشه، انگوش گذاریمون چطور باشه، ولی الان باید ما شنیدارمون رو قوی کنیم، باید بشنویم که داریم چی میزنیم، صدای سازمون چی میگه. پس لطفا از الان به بعد موقع نواختن، بعد از اینکه حالا 5-6 بار تمرین کردید، یاد گرفتید، حالا اون تمرین رو حالا چه از قبل تکرار بود یا نبود، لطفاً برای بار دهم به بعد تا وقتی که مطمئن شدید دیگه اون اتوز رو حفظ هستید، صداها رو شنیدید، چشم هاتون رو ببندید، تمپوی نواختنتون رو بیارید پایین و شروع کنید به آرشه کشی کردن. از سیم لا شروع کنید، انگوش گذارید انجام بدید، صدای سازتون رو بشنوید، صدای نوت لا، سی، دو، و بعد از اینکه کاملا شنیدید بیاید خطاش هم انجام بدید. فرق خطا و اصلش، اینکه مثلا بدون فالشی هست چطور هستم انجام بدید، گوشتون رو تربیت بکنید، چرا که ما باید در جلسات نه چندان دورمون، خیلی نزدیک، اگر که نوارهای انگوش گذاری دارید روی سازتون چسبوندید باید کنده بشه. پس تا اون موقع لطفاً به اونها اکتفا نکنید. شما اگر الان چشماتون رو ببندید و شروع به نواختن بکنید، کاملاً استایل آرشه کشیتون درسته. من قبلاً هم توی ویدیوهای آموزشی دیگه گفتم که انگوش هامون، حس لامسش و اون تمرین ذهنی که داریم، جایگاه این که کجا باید بشینن، کجا قرار بگیرن رو به مرور زمان یاد میگیرن، ولی در صورتی که شما شنیدارتون قوی باشه، بشنوید صدای اصلی، صدایی که بدون فالشی باشه. پس لطفاً از الان به بعد تمرین هاتون که اوکی شدید و نواختنش کاملا بدون ایراد بود رو با سرعت یا همون تمپای کمتر برای خودتون فقط بنوازید و صدای سازتون رو گوش بکنید. خب بریم سراغ درس امروز. تمرین شماره 20. همونطور که میدونید تمرین های اخیرمون تشکیل شده از گام رماژو. خب تمرین شماره 20 میزانش 4-4 هست. داخل هر میزان ما باید 4 ضرب داشته باشیم که تشکیل شده این تمرین از نوت گرد. میشه دا سی دو
بریم با هم دیگه اجراش کنیم. شماره 21. نیت کتاب از دادن این تمرین اینه که بهمون یاد بده که قرار نیست همیشه همه نوت‌ها متوالی به هم و پشت سر هم نوشته بشن و ما بنوازیم. نوت‌ها امکان این که پراکنده باشن و ناپیوسته. حالا قراره ما این تمرین رو شروع کنیم. ولی تنها چیزی که خیلی به ما کمک میکنه برای اجرای بهتر این تمرین دو مورد هست. اولیش شنیدار خوب و دومیش گام نوازی. وقتی شما گام نوازی بلد باشی یا شنیدارتون خوب باشه، قشنگ پله پله صداها که زیر میشه، بم میشه و غیره کاملا متوجهش میشید و کاملا میتونید صدای سازتون رو بدون فالشی ایجاد بکنید. این که میگم نوتا قرار به صورت پراکنده باشه، مثلا لا دو سی ره ره لا لا دو دو سی، حالا این مثال داخل کتاب نیست. تمرین 21. تمرین 21 همطور که میدونید در گام ره ماژور هستش، ولی در این تمرین ما دو مدل تمرین کردن داریم. اولین تمرینمون که میشه شامل 4 میزان اول تشکیل شده از نوت‌های سفید، ولی دو میزان که میشه تمرین دوممون تشکیل شده از نوت‌های سیاه ولی لگاتو. پس شما اول دتاشو تمرین کنید بعد بیاید سراغ لگاتو. 4 میزان اولمون نوت‌خوانی و ریتم‌خوانیش میشه لا سی دو سی لا سی دو سی. حالا دو میزان آخرمون میشه لا سی دو سی لا سی دو سی. بریم برای اجراش. اکثریت درسای امروزمون کمی تکراری هستن، ولی ما قرار شد که در کنار این تکرار درس جدیدی داشته باشیم به اسم شنیدار و سعی کنیم که صدای سازمون رو بشنویم. ولی نکته‌ای که وجود داره، همین شنیدار قراره چه کمکی به ما بکنه. توی درس 22 یا درس قبلیمون که درس 21 بود متوجه شدیم که همیشه قرار نیست که نواخته های ما پشت سر هم باشه، لا سی دو دو سی لا، بریم و برگردیم. امکان این که ما به صورت پراکنده نوازندگی کنیم هم هست و همین شنیدار هست که به ما کمک میکنه که بدون فالشی بنوازیم، بتونیم صدای بعدی رو تشخیص بدیم. و در کنار شنیدار چیزی که خیلی بهش کمک میکنه به غیر از سولفژ میشه گام نوازی. گام نوازی به شما کمک میکنه که انگشت گذاری روان داشته باشید، بتونید صداها رو تفکیک کنید برای خودتون، متوجهشون بشید، وقتی میشنوید دریافت کنید اون صدا رو، اون نویز رو، و شروع کنید به نواختن. پس ازتون میخوام که از الان به بعد در کنار درس هاتون گام نوازی رو همیشه داشته. تمرین شماره 22. در تمرین شماره 22 قراره که ما سه مدل تمرین داشته باشیم. تمرین اولمون
تشکیل شده از سفید و سکوت سفید. خب میشه لا دو. تمرین دوممون تشکیل شده از نوت گرد لا دو. تمرین سوممون تشکیل شده از دو تا نوت سفید لا دو لا دو. به این صورت بریم هم یه اجراش بکنیم. تماشا کردیم. امیدوارم که این ویدیو براتون کاملا مفید بوده باشه. اگر براتون سوال یا مشکلی بود حتما کامنت بکنید تا با هم دیگه بررسی بکنیم. اگر از سبک ویدیو آموزشی من خوشتون اومد و براتون مفید بود، کافیه که من رو فقط سابسکرایب بکنید و اون زنگوله کوچیک رو فعال بکنید که به محض آپلود ویدیوهای جدید با خبر بشید. ما اینجاییم که با هم دیگه یاد بگیریم و بنویسیم.